روان دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. پیغمبر اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الله متعال را سپاس میگیم که بر ما توفیقی را نصیب کرد که برای فهم دین الله متعال جمع بشیم و از الله متعال استدعا داریم که بر ما حقیقت دینش را بفهمانه و توفیق عمل خالصانه به او را نصیب بکنه و توفیق ای را نصیب بکنه که زندگی خود را در زیر چتر دین الله متعال عیار بکنیم و در حالت مرگ به سراغ ما بیاید که الله از ما راضی باشه. مباحثی را که ما شما در درس‌های قبلی آغاز کرده بودیم، بحث مفاهیم تزکیوی بود و بعد از بیان مفاهیم اخلاص و چیزهای مرتبط به اخلاص، ضرورت به این وجود داره که ما شما چگونگی تزکیه عملی را از قرآن بگیریم، یا به تعبیر دیگه وقتی الله متعال کتاب را و سنت را نازل کرده و هدف از کتاب و سنت را تزکیه بیان کرده، ما چگونه میتونیم خود را تزکیه بکنیم و چگونه میتونیم قلب خود را آلایش بتیم و امور باطل را از تسلط قلب خود دور بکنیم و معنویات و ایمان و مفاهیم در قلبهای خود جا بتیم، چه وسیله و ابزار داریم؟ قرآن کریم بزرگترینش است، به دلیل از این که الله تبارک و تعالی قرآن را منبع ایمان معرفی میکنه. قرآن کریم منبع ایمان و منبع برای افزایش ایمان مؤمن است. الله متعال در آیات متعدد قرآن کریم میفرماید که مؤمنین کسانی هستند که و اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا، کسانی که الله تبارک و تعالی میگه وقتی آیات ما با اونا خوانده میشه ایمانشان افزایش پیدا میکنه. پس ما باید امین نکته را در بیابیم که چگونه از قرآن ایمان بگیریم و چگونه ایمان خود را با قرآن تقویت بکنیم و افزایش بدیم. مبحث را که امروز شروع میکنیم، امین موضوع هست، یک موضوع نسبتاً تفصیلی هست، در این مورد کتاب های زخیمی نوشته شده. ما بعضی از موارد مهمترش را که در حد فهم دوستا باشه بیان میکنیم. به این خاطر قبل از وارد شدن به این مسئله، این نکته را خوب است یادآوری بکنیم که مفهوم ایمان به قرآن را یک مسلمان باید درک بکنه، یا به تعبیر دیگه وقتی ما شما این ادعا را داریم که به عنوان مسلمان به کتاب الله متعال و قرآن کریم به عنوان کلام الله ایمان داریم و اعتقاد داریم، آیا مسئولیت ما در قبال قرآن کریم تنها با اینمی جمله خلاص میشه که ما میگیم قرآن را قبول داریم یا نه؟ بلکه ایمان آوردن به قرآن کریم سر ما خیلی از مسئولیت ها را ایجاد میکنه، یعنی حقوق زیادی از قرآن سر ما لازم میشه و ما به عنوان مسلمان باید این حقوق را رعایت بکنیم. امو رقمی که حقوق ایمان به قرآن را ما شما میدانیم و الحمدلله که ما مؤمنیم و به قرآن کریم ایمان داریم و مجموعه آیاتی که در مورد ایمان به قرآن صحبت میکنه را اگر ما شما جمع آوری بکنیم از صدهای قرآن کریم زیاد میشه.
الله متعال در خیلی از آیات قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه، والذین در مورد صفات مؤمنین میگه یؤمنون بما انزل الیک، مؤمنین کسانی هستند که به آنچه که به تو نازل شده ایمان دارن، و در خیلی از آیات میآیه. خب وقتی ما به قرآن کریم ایمان داریم، اینم ایمان به قرآن کریم چی مسئولیت ها را سر ما لازمی میگردانه؟ آیا تنها کافی است همقدر گپ یا نه مسئولیت های بسیار بزرگتری را سر ما لازم میگردانه؟ اولین مسئولیتی که با ایمان آوردن به قرآن کریم بالای یک انسان مسلمان لازم میشه ایست که باید قرآن کریم را بفهمه. یعنی فهم قرآن مهمترین فریضه هست بعد از ایمان به قرآن کریم. وقتی شما قرآن کریم را بهش ایمان آوردین، بعد از او سر شما فرض است بفهمین که قرآن کریم کدام مفاهیم را داره و کدام به اصطلاح احکام را داره و چه چیزهایی را بر انسان بیان میکنه. و خود فهم قرآن کریم دو بعد داره، یکی فهم الفاظ قرآن هست و دوم هم فهم معانی قرآن کریم هست، و هر دوی اینا فرض است. فهم الفاظ قرآن هم فرض است و فهم معانی قرآن کریم هم فرض است. پس در قالب فهم قرآن کریم سر انسان مسلمان این مکلفیت و این حق قرآن کریم لازم میشه که باید قرآن را تلاوت بکنه. یعنی تلاوت به قرآن کریم که در حقیقت خواندن الفاظ قرآن کریم هست، این یک حق است از قرآن کریم بالای انسان مسلمان. الله متعال در قرآن کریم میفرماید که الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. مؤمنین یا کسانی که حقیقتا در دین آسمانی برشان داده شده و کتاب آسمانی الله متعال بر از اونها داده، چی کسی حق اینمی ایمان و کتاب خودش تکمیل کرده که او را تلاوت میکنه و حق تلاوتش را هم ادا میکنه. پس خود تلاوت قرآن کریم سر ما یک حق است و ادای درست ای حق یک حق مستقل دیگه هست. خب ما الفاظ قرآن را به چی شکل ادا بکنیم؟ الله تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش بر ما دستور میده که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را با ترتیل بخونین. امور رقمی که از علی رضی الله عنه نقل است که میگه ترتیلا ای تجویده، یعنی شما وقتی یک قرآن کریم را میخوانین، علما در تعریف تجوید حتما دوستایی که خوانده باشن میفهمن که میگن هر حرف را از مخرجش ادا بکنی و حق اونم حرف را ادا بکنی. یعنی یک حرف از فهم باریک است و پر است و ادغام و اقلابی قواعدی که در علم تجوید به عنوان علم مستقل هست. اینمی قرآن کریم را با رعایت اینمی قواعد خواندن یک حق قرآن کریم هست. و اگر یک انسان مسلمانی این کار نمی کند، در ادای یک حقی از حقوق قرآن کریم کوتاهی کرده و یک گناه بزرگ است. و هیچ انسان مسلمانی نمیتونه که ادعای مسلمان بودن را بکنه و با کتابی که به او ایمان داره ناشنا باشه. و اگر یک مسلمانی با کتاب نازل شده ای که ادعای ایمان به او را داره ناشنا هست، مفهوم ایمان به قرآن هم بر از او خوب درک نمیشه. یعنی وقتی یک نفر قرآن را نفهمه و قرآن را تلاوت نکنه، آیا ممکن است قرآن باعث افزایش ایمان بر از او شود؟ نه، سر به خود خونه میشه دیگه. تو باید اول قرآن را بفهمی و قرآن را تلاوت بکنی. خود قرآن کریم میگه و اذا تلیت علیهم، وقتی که قرآن برشان تلاوت میشه باعث افزایش ایمانشان میشه. پس یک نفر اگر خودش از دیگرها هم تلاوت قرآن را نمیشنوه و خودش هم تلاوت قرآن را نمیکنه، آیا ممکن است ایمان از او افزایش پیدا بکنه؟ نه، ممکن نیست که ایمان از او افزایش پیدا بکنه. پس این یک حق قرآن کریم هست و بالای یک انسان مسلمان لازم است در مورد این حق در حد توان خودش تلاش بکنه. یک مورد دیگه که متاسفانه در جامعه ما و شما معمول شده همیست که یک نفری که قرآن کریم را نمیفهمه باز میگه خو خیر بردگال نمیفهمم، باز نمیفهم یک گپ دیگر از کجا مردم پیدا کرده. میگه اونایی که قرآن کریم را نمیفهمن امطور قرآن کریم را باز بکنه و دست خود از خطوط قرآن کریم امطور عبور بده، ای برش کافیست. آدم تعجب میکنه چی مردم چیزایی از کجا پیدا میکنه، امیر از کجا پیدا کردن که تو وقت قرآن خوانده نمیتونی باز اما تو دسته بی که سر خطوط قرآن کریم اما تو برو دارده برو امی کافیز دیگه. اینه بدات امیره میگن که پیدا استاد بیشتر تغذیه میداد، تو از کجا فهمیدی که امی کافیز؟ قرآن کریم میگه قرآن تلاوت بکو، تو میگی نه که نمیفهمم. خب نمیفهمم بودن آیا عذر است؟ نه، یک وظیفه یک انسان هم ایست که باید به خاطر فهم قرآن تلاش بکنه. ای از توان انسان بالا نیست و
به امی لحاظ هست که ما میبینیم در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر الله متعال امر به کسب علم کرده و تشویق به کسب علم کرده و بر کسب علم فضیلت گفته. و رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا در حدیثی که ادیاز علماء و حدیث حسن میدونن و ادی هم صحیح میفرماید، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، طلب علم برای هر مسلمان فرض است، که البته لفظ مسلمان شامل مرد هم میشه شامل زن هم میشه. خو یک عده کسایی که فکر میکنن این مفهوم نه فهمن، باز یک و مسلمه را هم اضافه میکنن که یعنی باش اینجا زنا یاد پیغمبر رفتن نمیزن بلا باش ما بگیم نیست. مفهوم مسلم به صورت عام وقتی میه شامل زن و مرد میشه، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، انما قدر لفظ حدیث است و مسلمت نداره، اما در خود لفظ طلب العلم فریضتن علی کل مسلم زنها شاملن، در خود لفظ ازی زنها شامل هستند. پس وقتی که یک نفر الله متعال برش میگه فرض است، آیا چیز مهمتر از قرآن برای یک انسان مسلمان هست که فهمیدن از او مهم اولویت داشته باشه؟ و ما چرا عموتر از قرآن فاصله گرفتیم؟ دلیل کلانش ایست که ارزش های دینی برای ما شما در زندگی ما اولویت نیست، در درجه پنجم و ششم و هفتم قرارش دادیم مسائل دینی خود را. یک نفر مثلا در زندگی یک نفر اولویت اصلی زندگیش مثلا به دست آوردن مال بیشتر است یا یک کار دیگه هست، به همین خاطر بسیار زیاد تلاش میکنه که مثلا مال به دست بیاره، سرمایه به دست بیاره. اگر اینمی تلاش خود را شه یک فیصدی 5% اونم تلاش را اگر برای کسب علم بته قرآن را میتونه بیاموزه، یا شاید کمتر از او هم کمتر از اون. حالا ببینین خیلی از مردم هست روزانه شاید 10 ساعت 12 ساعت کار میکنه، اگر این امیر روزانه حداقل 15 دقیقه را برای قرآن کریم وقف بکنه میتونه قرآن را بیاموزه، ولو آدم بی سواده باشه، ولو آدم بی سواده هم باشه، خود روزانه 15 دقیقه خود برای قرآن کریم اگه وقف بکنه حتما قرآن را مخته میتونه. و الحمدلله با وجود از این که در جامعه ما دیگه بخشا مشکلاتی داره، اما برای فهم قرآن کریم در هر جای سهولت است، یعنی در هر مسجد شاید مبالغه نباشه اگر بگیم کسی هست که تو اگر بری برای تو قرآن کریم را به متو به صورت رایگان تعلیم میده، در حالی که به دیگه چیزهای رقم نیست. یعنی ما گاه وقتا یک دیز مردم به خاطر جهلش میای عذر میتراشه که والا کسی نیست که ما پیش از او بخوانم چطور شده و چنان شده. در دیگه موارد اگر امیگ عذر باشه حقیقتا در مورد قرآن کریم نیست. ما شما میبینیم الحمدلله که در جامعه ما خصوصا در ایوی اواخر مجالس زیاده برای فهم قرآن کریم دایر میشه، به دوره های حدیث برگزار میشه، در دوره های تفسیر جالبی است که در دیگه وقتا مردم یک نفری خودش میره به بسیار سختی میره در یک جای ثبت نام میکنه نفهم بس فیس میده که برای ما علم را تعلیم بدن. در مورد فهم قرآن کریم سرچپه ازی هست، در یک جای به صورت رایگان دوره تفسیر علما برگزار میکنن و حتی موارد میشه که موترای کرایی میره مردم از خانه شان میاره تا پیش امو جایی که قرآن بخونن پس میبرشن. به خاطر اینمخ گپ هم منوزم کسی حاضر نمیشه بیا به فهم قرآن و برای فهمیدن قرآن کریم در دوره تفسیر قرآن اشتراک بکنه، حقیقتا هیچ نوع عذری نداره، هیچ نوع عذری نداره که یک نفر خوب زمینی برای فهم قرآن مساعد باشه و باز قرآن کریم نفهمه و خلاص باز بگه که والله خب برای ما نمیشد یا نمیتونستم، ایتر ای کلمات مناسب نیست. و اگر یک نفری این مسئولیت قرآن را ادا نمی کند، در او تهدید رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت پیش پروردگار شکایت میکنه که الله تعالی قرآن کریم خودش نقل میکنه و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پروردگار اینی قوم قرآن را ترک کردن. و اگر یک نفری حداقل الفاظ قرآن را بلد نباشه و او را تلاوت نکنه دیگه چی ترک بزرگتر از این هست؟ آیا حقیقتا نمی ترک نیست که یک نفر تنها بگه به قرآن ایمان دارم دیگه خلاص اصلا به طرف قرآن بر نگرده؟ آیا امی در مفهوم اینمی آیه قرآن کریم نمیایه؟ و آیا این تهدید قرآن کریم شامل حال از او نمیشه؟ و آیا این شکایت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت در مقابل پروردگار متوجه حال از بنده نیست که الله متعال بر از او عمر 30 40 50 60 سال داده باشه باز بگه پروردگارا من دیگه خو نمیفهمیدم؟ خب چی کردی در طول زندگی و حیاتت؟ به خاطر هر چیز دیگه تلاش کردی، به خاطر بعد از آوردن مال و قدرت و چوکی و نفهم هزارها کار دیگه تلاش کردی، زندگی توقف کردی، وقتت را دادی، پولت را دادی به خاطر قرآن کریم ندادی؟ آیا ای عذر شده میتونه؟ به هیچ وجه برای یک مسلمان عذر شده نمیتونه. یا یک دی مردم دیگه میان میگن که والا می تجوید سخت است و گاه وقتا یک دی از همین قاری صاحبای ما راستی تجوید را سخت ساختن، خب یعنی گاه وقتا سر یک نفر بعضی از قواعد مشخص حفظ میکنه، در حالی که اگر ما مفاهیم تجوید را عملی بخونیم شاید مبالغه نباشه اگر بگیم کل همین مفاهیم تجوید را زیاد طول بکشه در یک هفته یک نفر میآموزه، زیاد طول بکشه. یعنی شما اگر هفته
نیم ساعت برای فهمیدن تجوید بدین کافی است که شما در یک هفته تجوید بفهمید. لازم نیست قواعدش حفظ بکنین که حتما. ما غالبا همین اشتباه ما در همین شده که علم را غالبا به اصطلاح فهمیدن را به حفظ و به ثبت خلاصه کردیم. خیلی از مردم حسد و در سایر رشته ها همین مشکلات است. در پانتون گاهی وقتا که بچه‌ها آدم یک چیز پرسان میکنه و یادش میره فقط هم یک کلمه اولی را که بچه‌ بگه باز دیگه میفهمه بگه، در حالی که اگر امو علم داشته باشه یعنی امو موضوع را حفظ داره، مثل حافظه قرآن کریم وره که اول آیه بگی واسه تا آخر میخونه. خب اگر علم داشته باشه ولو اولش یادش رفته باشه یا وسطش مفهومش گفته میتونه، غالبا این از پیش مردم رفته، یعنی روش آموختن علم تبدیل شده به یک حفظ. مثل از این وره که شما موبایل اینجا میمونید موبایل میره حفظ میکنه. حالا موبایل این مفاهیمی را که ما میگیم نمیآموزه، فقط حفظ میکنه. خیلی از مردم در کسب علم همین رقم شدن، مفاهیم علمی را نمیآموزن که خودشان بزرگ تحلیل بتانن، بلکه فقط حفظش میکنن. حتی در مورد تعریفات خیلی از رشته های علمی همین رقم هست. و در یک دیگه از قریشای بای ما اینمی خطا را کردن که مفاهیم تجوید را هم همین کار کردن. سر یک نفر بعضی از کلمات پیچیده را حفظ میکنه و او که حفظ کردن نتونست باز چی میکنه؟ باز خلاص میگه که تو یاد نمیگیری. یا گاه وقتا در ادای الفاظ قرآن کریم بسیار غلو میکنه. یعنی اگر یک نفر صوت را وقت زیاد پره مدانه که تو دیگه زیاد جدی نگی که نه دیگه حتما تو باید خوب پره دا بکنی. یعنی در تجوید هم نوعی چی میکنن؟ نوع مبالغه میکنن و این خلاف روش سلف امت است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این حد که شما الان میبینین قاری صاحب ما کش میکنن و دراز میکنن، به این ترتیب قرآن کریم تلاوت نمیکردن. یعنی این غلو هست، این مبالغه هست که در بین یک دی از حافظان قرآن کریم که بیشتر به عنوان استادای تجوید هم معمول شده، این درست نیست. فقط یک نفری که گاه وقتا یک نفر براش مشکل است یک حرف را به صورت کامل و همه جانبش تلفظ بکنه، خیر اونقدر جدی هم گرفته نشه. این به معنی از این نیست که این حق درست ادا نکنیم، نه، بلکه مبالغه در این مورد خطا هست. مبالغه در این مورد خطا است. مثلا وقتی فر والا بالین میگه نه حتما تو که والا بالین تو که نگی نمیشه. خب اما والا بالین اولی هم داد هست، درست است. سوال دیگه قدر زیاد سر مردم فشار نه، یعنی این باعث میشه که یک نفر احساس بکنه که تجوید نمیتونم یاد بگیرم. خیلی از مردم هست تجوید برش میگن خانی میگه آ رفتم امی قاری صاحب ما بسیار سخت گیری میکرد یا بسیار سخت بود من نتونستم تجوید یاد بگیرم. اون رقم نیست. خیلی روش آسان و آموزش قرآن همی هست که عملا یک نفر عملا قرآن کریم را بخوانه و در خواندنش فقط متوجه شود که این نفر چه رقم الفاظ قرآن کریم را ادا میکنه. همی کافی هست، خلاص. و قدر زیاد غلو و مبالغه کردنش لازم نیست، یا اینکه حتما سر یک نفر شما باید ده ها قاعده و نفهم چی را حفظ بکنید، هم لازمی نیست. از تجوید عملی خوانده شود و خوبی گپ هم است که باز اینمی علم آسان میشه بر ما و اینمی راهکار در میان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین شکل بوده. یعنی وقتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی تجوید قرآن کریم تلاوت قرآن را میخواست بیاموزه، به همین ترتیب عملی میاموخت و این آسان شده بود و دیگر اشتها هم همین رقم هست. حالا که گرچه علما این زحمت را کشیدن برای اینکه ما مثلا تخصص بندی کردیم و گاهی وقتا اینطور تصور میشه که اینا علوم را آسان ساخته، اما گاهی وقتا آدم وقتی تصور میکنه اینا علوم سخت ساخته. از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نفری مثلا تلاوت قرآن کریم را یک جا یاد میگرفت، تفسیرش هم میخوان نمون رقم دیگه کلش یک جایی یاد میگرفت. حال هر کدام از این را جدا جدا باید بگیری و باز یک نفری که قاری هست و اگر تجوید یاد داره باز از تفسیر هیچ چیز بهره نمیبره. یک دیگه از مولوی صاحب ما که باز کمی تفسیر میفهمن تجوید بیخی یاد نبرن. یعنی پراگنده شده مفاهیم از پیش مردم خلط شده، در حالی که یک عالم خود تلاوت قرآن کریم هم درست خواندن قرآن کریم سرش لازم است. و حتی گاهی وقتا آدم میبینه در خیلی از مساجد که یک ملای امام قرآن درست خوانده نمیتونه. ای بیخی جای تعجب است که یک کسی ملا امام باشه حداقل 16 سال 17 سال اونا در مدارس درس میخوانند اما قرآن خواندن نمیتونه. دلیلش چیست که باید برای خواندن قرآن کریم جدا باید بره پیش یک قاری بخونه؟ خوب این کارا باید بکنن، اما اگر نمیکنن ما چرا همین رقم سیستم درسی داشته باشیم که یک کسی مولوی فارغ شه قرآن نخونه؟ قرآن خواندن تا درست. و این گپ متاسفانه معمول است. من خودم شخصا خیلی از مولوی ها را دیدیم که قرآن درست خواندن نمیتونن، تجویدشون بخی ضعیف است و باز از قاری ها خیلی اندکن که تفسیر بفهمند دیگه. یعنی اونا فکر میکنن ما را دیگه چی به تفسیر کنن، در حالی که تو نیست. یعنی سر یک عالم، سر یک ملا لازم هست تجوید قرآن را هم بفهمه، مفهوم قرآن هم بفهمه، و سر یک قاری قرآن کریم که قرآن را حفظ داره و تل حروف قرآن درست ادا میکنه، سر فهم معانی قرآن هم فرض است. تو نیست که بگه دیگه ما که دیگه قرآن حفظ کردم قرائت یاد دارم دیگه چی حالا برام به خاطر فهم قرآن کریم. این یک مغالطه بسیار
بیمورد است. این رقمی تقسیم قرآن کریم و تقسیم بندی کردن، یک بخشش مثلا تلاوت قرآن کریم مربوط فلانی ها که قاری صاحب هستند، فهم قرآن کریم مربوط مفسرین که تفسیر میفهمند و دیگه باز بدگر رشته های غرض نباشه، یا نفهم نحوی ها نفهم میفهمند دیگه باز پشت معانی قرآن کریم نرن. اگر از قرآن برای تو تفسیر هم بکنه، تفسیر نحوی میکنه نه تفسیر مفهومی، یا یک کس دیگه باز مثلا صرف بفهمه باز درست قرآن خوانده نتونه. این رقم تقسیم بندی کردن قرآن کریم که یک بخشش مربوط دو، یک بخش مربوط به او، یک روش خطا هست و بالا یک انسان مسلمان هر دوی اینا لازم است. بالا یک مسلمان لازم است که الفاظ قرآن را هم درست بفهمه و درست ادا بکنه، و بر علاوه از این که ادای الفاظ قرآن کریم به صورت درست بالا یک مسلمان به عنوان یک فریضه هست، فهم معانی قرآن کریم مهمتر است. فهم معانی قرآن کریم باز یک فریضه بسیار مهمتر و مهمتر هست، به خاطر ای که فهم معانی قرآن کریم به معنای فهم احکامی که در قرآن کریم بالا یک انسان مسلمان آمده و این فرض است. یعنی فهم احکام قرآن کریم اول احکام عقیده هست. بالا یک انسان مسلمان هیچ امری در زندگیش مهمتر از فهم عقیده وجود نداره. یعنی مهمترین فریضه ای که از مهمترین فرایض عین برای یک انسان مسلمان است، فهم عقیده است. فهم عقیده در اولویت کار دینی قرار داره. یک انسانی که میگه من مسلمان هستم و بعد از او باز عقیده خود را نمیفهمه، یعنی هیچ کاری برای دین نکرد، هیچ چیزی از دین حاصل نکرده. به همین خاطر اولین اولویت یک انسان مسلمان در فرایض عین که ما شما میگیم، مهمترین فریضه عین بالای یک انسان مسلمان فهم عقیده اسلامی هست و اساسی ترین مصدر بر فهم عقیده اسلامی قرآن کریم است. حالا وقتی یک نفر قرآن نفهمه، امی مفاهیم را از کجا باید بگیره؟ فهم سنت خوب بیخی دور از برش. پس بالا یک انسان مسلمان لازم است اگر کل قرآن کریم را به صورت تفصیلی با تفسیرش فهمیدن نمیتونه، مفاهیم اعتقادی قرآن کریم را که قرآن کریم در آیات متعدد سر از اونها بحث کرده، لازم و لازم است باید بفهم. مثلا ایمان به الله متعال یا توحید، تفصیل توحید را ما از کجا باید بگیریم؟ خود قرآن کریم برای ما شما مصدر است و مهمترین مصدر قرآن کریم است. و حقیقتا اگر یک نفر ایمان به الله تبارک و تعالی را یا ایمان به توحید و یگانگی الله متعال را مطابق قرآن کریم بگیره، هرگز ممکن نیست دوباره او گمراه شود. دلیل ایش ایست که الله متعال همه شبهاتی را که شیطان استفاده میکنه تا ایمان و اعتقاد یک نفر را به اصطلاح صدمه بزنه و توحید از او را خدشه‌دار بکنه، الله متعال به صورت تفصیلی کاملا او شبهات را جواب داده. و اگر یک نفری عقیده توحید خود را از قرآن کریم بگیره، به بسیار سادگی میتونه حق را از باطل جدا بکنه. خیلی از مردم هستن در مورد مفاهیم اعتقادی، خصوصا وقتی که میبینن بین یک دی از علما اختلافات زیادی وجود داره، باز تو سردرگمک میشن، میگه ما ایران موندیم که چطور بکنیم، ما ایران موندیم که چطور بکنیم. ایران نه، من برو به قرآن کریم مراجعه. قرآن کریم بر چیست؟ قرآن کریم به همین خاطر است که مردم از همین حیرانی نجات بده دیگه. وظیفه تو عمومی هست، برو قرآن کریم بخون. و مطمئن باشین هرگاه یک نفری به قرآن کریم مراجعه بکنه، الله متعال در قرآن کریم مفاهیم اعتقادی را بسیار صریح بیان کرده، بسیار صریح بیان کرده. معنای صریح بودنش ایست که الله متعال در قرآن کریم میگنه که الله متعال کتاب را نازل کرد، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اصل کتاب و اساس کتاب آیات محکم داره و معنای آیات محکم امی هست که یک معنا ازش گرفته میشه، قابل تأویل و توجیه و گرفتن چند معنا نیست. مثلا الله تعالی میگه قل هو الله احد، بگو الله یگانه هست. حالا دیگه یک نفر هیچ به هیچ وجه نمیتونه اینو چی بکنه، یک رقم دیگه بر انسان معنا بکنه. قل هو الله احد، گپ خلاص میشه. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این معرفی الله هست، این معرفی توحید الله هست در قرآن کریم که بسیار صریح الله متعال بحث کرده. پس بالا یک انسان مسلمان لازم است که فهم قرآن مهمترین فریضه‌اش است، و منظور از فهم قرآن یعنی فهم احکامی که قرآن کریم بیان کرده. و در احکام قرآن کریم در رأس همشان ایمان، این مفاهیم ایمانی قرار داره. ایمان به الله متعال ما باید مطابق قرآن کریم بگیریم. و امقدر انحرافاتی که شما در جامعه امروزی خود ما میبینیم که در میان مردم انحرافات بسیار زیاده در مفاهیم اعتقادی هست، همه ایشان به خاطر دوری از قرآن کریم هست. بدون مبالغه همه از اونها به خاطر دوری از قرآن کریم هست که مردم عقیده خود را از قرآن نگرفتن،
عقیده خود را یا گاه وقتا نفهم است. بی بی کلان خود گرفته از زیر صندلی که رزنسان شده باز گفته بچه من تگب شده، بچه من تگب شده، خلاص از او گرفته. یا از یک ملاهای خرافاتی به دردی گفته که از صاحب یک قبر از الله کده برش کلانتر معرفی کرده، خلاص و او را مالک و متصرف همه چیز معرفی کرده که مردم عقیده خود از امون امی شرکیات و خرافات در جامعه به می خاطر دخالت کرد. شما تصور بکنین اگر یک نفر در جامعه اگر قرآن عام باشه، آیا حقیقتا ممکن است در او جامعه شرک وارد شود؟ ممکن نیست در جامعه شرک وارد شود. چرا در جامعه ما شما به کثرت شرک را میبینید؟ در این روزا خب باز بیخی در بیرقایش بالا هزار طرف که میبینی، خلاص شعارهای شرکی را چشم ما کمی هر طرف در میتونیم شعار شرکی را میبینیم. این به خاطر چیست؟ به خاطر ایست که در این جامعه قرآن عام نشده، به خاطر ایست که در این جامعه مردم مفاهیم اعتقادی خود را از قرآن نگرفتن. به می خاطر ما میبینیم که خلاص مردم این کارا را به نام دین میکنن، این کارا را کلش به نام دین میکنن، یعنی شرکیات را به نام دینداری میکنن. این اوج گمراهی یک ملت همی هست که باز به نام توحید مرتکب شرک شدن. و واقعیت گپ همی است، ما عملا نمیبینیم در جامعه خود به اشکال مختلف مردم در دایره شرک صریح و کفر بواح واقع است. دلیلش چیست که مردم حتی مفاهیم قل هو الله احد را هم هنوز در جامعه درست درک نشده. چرا این کار شده؟ اگر یک نفر ایمانش به قرآن کریم درست می بود و مسئولیت خود را در فهم قرآن کریم ادا می کرد، آیا ممکن بود این رقم در یک جامعه اسلامی که قرنها ادعای اسلام بودن را می کنن هنوز هم شرک به اوج خودش وجود داشته باشه؟ ممکن نبود. و ببینین حقیقت گپ همی هست. شما حتی در خیلی از مجالس اگر برین وقتی از بزرگی هر کس گفته میشه بجز بزرگی الله، غالبا می رقم هست. خیلی کم جا پیدا میشه که شما برین در اونجا از بزرگی و عظمت الله گفته شد. و هر کسی یک نفر را، یک شخص را، نفهم یک جای را برای خودمون تو کلان کرده و هر وقت که برین از امون گفته میشه و از امون گفته میشه. شما فکر بکنین در امی روزای محرم همه قدر که از حسین گفته میشه، از الله گفته میشه. خب ای جهالت ما هست، ای فاصله دوشتن ما هست از دین الله. اگر حقیقتا همه قدر در مورد الله شما فکر بکنین همه قدری که مردم در ماه محرم، همه قدری که در مورد حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین و در مورد کربلا و همه قدر در مورد الله گفته میشد، آیا مشکلی جامعه تغییر نمیکرد؟ یعنی ما جایگاه مفاهیم دینی را نفهمیدیم که الله چی منزلت داره، پیامبرش چی منزلت داره، صحابه چی منزلت دارن، امام حسن و حسین و دیگه بزرگای دینی کدام منزلت دارن. منزلت اینها موارد از لحاظ موقفی که ما براشون میتیم، توجهی که به اونها میکنیم، بالاتر از الله قرار گرفت. ای ما هستیم که به خاطر فاصله داشتن ما از قرآن کریم کار کردیم. و شما اگر در قرآن مراجعه بکنین بدون مبالغه، شاید هیچ صفحه از صفحات قرآن کریم نباشه که به ده ها مورد عظمت الله را بیان نکرده باشه، صفات جلال الله را بیان نکرده باشه، صفات کمال الله را بیان نکرده باشه. آیا شما خودتان ببینید صفحه از صفحه قرآن کریم را باز بکنید، آیا در ختم این آیاتی هست که صفات کمال الله متعال نبوده باشه، جلال الله؟ و ما آیا حقیقتا مفهوم ایمان به الله و اعتقاد به الله را مطابق آنچه قرآن بیان کرده گرفتیم؟ همین هستیم که ما در این گمراهی واقع شدیم. ما ادعای ایمان به قرآن را کردیم اما نمیفهمیم قرآن چی گفته به ما. مثل از این باره که یک نفر، چون این کار به خاطر شده که ایمان ما تقلیدی است، یعنی در یک صندوقچه بسیار مهم، یک گوهر بسیار گرانبهایی برای یک نفر است، پدرش به میراث رسیده باشه که همه مشکلات زندگی از او را حل بکنه، خب این نفر این صندوق را به غلط خود گرفته، نفهمه که این چیست. ما تعامل ما با قرآن نمی رقم شده. در خانه ما قرآن کریم بوده، قرآن کریم پوش کردیم، چند شده ما پوش همیشه در اتاق بالا مانده، گاهی وقتا هم تو میگیریم ما چش میکنیم در چش میخواد میبینیم پس در اونجا میمونیم. یعنی یک گوهر گرانبهایش که باز کردن عزیز زندگی ما رو تغییر میدن، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. خوشحالم هستیم ما ایمان به قرآن کریم دارم، خیلی خوب. چه قصد قرآن میفهمی؟ ای چی والا همی الفاظ قرآن هم خوانده نمیتون چی با چی تو با چی چیز تو ایمان آوردی؟ یعنی شما ببینین جالب است نه؟ وقتی یک نفر میگه من به قرآن ایمان دارم، خب قرآن نفهمه، یعنی چی کرده؟ یعنی به چیزی ایمان آورده که نمیفهمه ای چیز. همه طور از دیگه ما وقتی مفاهیم قرآن کریم را نمیدانیم، به قرآن به چی ایمان آوردیم؟ کی قرآن چیست؟ ای باید فهمیده شد که ای چیست. ما به چی ایمان آوردم؟ نمیفهمم. بسیاری ما شما همین رقم ایمان نداریم. ما به قرآن کریم ایمان داریم. خب ایمان چیست؟ قرآن کریم چی گفته؟ ما چی میفهمم که چی گفته؟ خب تو به چی ایمان آوردی؟ وقتی مفاهیم قرآن کریم را نمیفهمی به چی ایمان آوردی؟ همینجا ایمان به قرآن بسیار جالب است نه؟ مفاهیم قرآن را نمیفهم، خب به چی ایمان آوردم؟ به چی قرآن تو ایمان آوردی؟
به این ورقای قرآن ایمان آوردی؟ به پشتش ایمان آوردی؟ یا به مفاهیمی که قرآن کریم بیان کرده تو ایمان آوردی؟ خود تو از مفاهیمش نمیفهمی؟ پس ایمان به قرآن کریم بسیار عجیب است برای یک نفری که مفهوم قرآن نفهمه. به این خاطر ای حق یک مسلمان، ای حق قرآن کریم بالا یک مسلمان هست که حتما و حتما تلاش بکنه که مفاهیم اعتقادی خود از قرآن کریم بگیره. بعد از او، بعد از عقیده، اولویت دینی در فهم مفاهیم دینی بعد از عقیده عبادت است. ما روش عبادت خود از قرآن کریم بگیریم، مفهوم نماز خود از قرآن کریم بگیریم، خشوع نماز خود از قرآن کریم بگیریم. امو رقم نمازی را که قرآن کریم توضیح داده ما، شما رقم نماز میخونید؟ نمیخونیم. و آیا مستحق عموم مدحی که الله متعال در قرآن کریم برای نمازگزارا کرده هستین؟ وقتی که مطابق روشی که خود قرآن کریم میگه نمیخونیم، مطابق مستحق کدامش هستیم؟ آیا مستحق ای آیه قرآن کریم هستیم که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون؟ آیا ای آیت شامل حال ماست یا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم؟ خود ما بگیم کدامش آیت، کدام آیت بر ما تطبیق میشه؟ آیا ما مردمان خشوع کننده در نمازیم؟ اگر هستیم پس هدف لحل مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مستحق این مدح در این آیت میشیم. اما اگر نه، ما روش و نواز ما خشوع نداره، پس خود به خود معلوم دار است که مستحق تهدید آیت دومی هستیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، مستحق هستیم. پس اگر ما نماز ما به عنوان مهمترین رکن از ارکان عبادی بعد از عقیده اسلامی طبق قرآن کریم نباشه، چی فایده است نماز خود میبریم؟ وقتی خود قرآن تهدید کرده باشه که فویل للمصلین، هلاکت بر نمازگزار، جهنم بر او نمازگزار، ویل بر او نمازگزاری که از نماز خود غافل است، نماز خود درست ادا نمیکنه، وقتی قرآن کریم نماز ما را این رقم چیز گفته باشه، توقع داشتن ثواب از این نمازهای خود ما اگه داشته باشیم، آدم هوشیاریم. یعنی گاهی وقتا یک دیگه از مردم میگه که برو دیگه، خدا در روز قیامت میبخشه. دانی دنیا آدم میتونه مطابق معیار قرآن و سنت نتیجه کار خود معلوم بکنه، میتونیم نتیجه کار خود معلوم بکنیم. اول چیزی که از انسان مسلمان پرسیده میشه عقیدهش است. عقیده طبق قرآن هست؟ خب اگر نیست خلاص گپت واضح است دیگه. بعد از اون مسئله عبادت میاد. عبادت تو طبق مفاهیم قرآن کریم هست؟ خوب است، امیدوار باش که الله. که نیست خلاص گپت گلم جمع است به تعبیر عام دیگه. تو چی توقع داری؟ بس ما غالبا چی میکنیم؟ برو خدا میبخشه دیگه، آسان خدا بازی میتیم، برو خدا میبخشه دیگه. الله متعال بدون شک بخشاینده و مهربان است، ما از رحمت الله انکار نمیکنیم. اما امین رحمت الله را برین از آیات قرآن کریم شما بگیریم که الله متعال چه زمانی از رحمت خود یادآوری کرده؟ هرگاه یک نفر کار نیک و خوبی را کرده، بعد از الله متعال از رحمت خود یادآوری کرده. یا اگر از گناه هم یادآوری کرده، بعد از گناه حتما از توبه و استغفار یادآوری کرده، بعد از او باز الله متعال از رحمت خود یادآوری کرده. شما در کدام جای میبینین که الله متعال از گناه بحث کرده باشه، بعد از او گفته باشه که الله مهربان است؟ دیدین در کدام جای از قرآن کریم اومده که از گناه بحث شده باشه، بعد از او باز از صفت رحمت الله اومده باشه، مگر با قید توبه و استغفار؟ دیدین در قرآن کریم؟ نه. ما چی میگیم؟ سرچپه میکنیم. الله متعال زمانی که از بدیها ذکر کرده، بعد از او از صفت غضب و قهر خود بیان کرده، از عذاب ذکر کرده، ما چی میکنیم؟ ما اینمی کل کارکار میکنیم بدون توبه و استغفار، باز میریم و آیات ده که در مورد رحمت آمده او رو در اینجا قرار میدیم. سرچپه تعامل ما با قرآن کریم میده کمست نی؟ الله متعال اگر در قرآن کریم از رحمت بحث کرده، قبل از او از نیکی ها و از خوبی ها و از کارهای درست بحث کرده، بعد از او گفته الله مهربان است. این ترتیبش. در دیگه جایی که وقتی از بدی و از گناه و از زشتی ها بحث کرده، بعد از او گفته الله عذاب کننده هست. ما چی میکنیم؟ ما این حالت دومی را انجام میتیم، صفاتی را که در او آیاتی که از رحمت آمده و در اوجه قرارش میتیم. این معامله سرچپه ما هست، این تعامل خطای با قرآن. بدون شک الله متعال بی نهایت مهربان هست. یک روز انشاءالله باز در مورد رحمت الله بحث میکنیم. بی نهایت مهربان هست. اما به چی کسی؟ الله به چی کسی مهر؟ اینی مهم هست. الله رحمتش وسع رحمت کل شیء، همه چیز را فرا گرفته. خب به کدام انسان مستحق رحمت الله میشه؟ اینمی نکته را از قرآن بگیریم. و چی کسی مستحق عذاب قرآن و عذاب الله میشه؟ همین نکته را هم از قرآن کریم بگیریم. ما در تطبیق همین مورد خطا کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر که شیطان ما را اغوا میکنه. شیطان های انسی و جنی اغوا میکنه. برو خدا مهربان است، بدون شک خدا مهربان است. تو آیا اسباب رحمت الله متعال بر خودت
جلب کردی؟ نکردیم. و ای که ما امی کار نکردیم، همیشه امو حدیث تکرار کردیم، امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم نوع حماقت معرفی میکنه، مؤمن زیرک و مؤمن احمق معرفی میکنه، انسان احمق و انسان به اصطلاح زیرک معرفی میکنه. الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. پیامبر میگه انسان زیرک کسی است که نفس خود را مهار میکنه و بر بعد از مرگ کار میکنه. ول عاجز منت با نفسه و هواه و تمنا علی الله. آدم عاجز، آدم احمق کسی است که از نفس خود پیروی میکنه، از الله تمنا داره. این امیر پیامبر حماقت معرفی کرده. خیلی مردم در همین حالت واقعا. از چی میکنی پیروی هوای نفس؟ با چی امیدواری به الله؟ خیلی آدم عاجز احمق هستی. بلکه زمان تو بر رحمت الله امیدوار باش که اسباب جلب رحمت الله متعال را برای خودت مساعد کرده باشی. تو با عقیده شرکی پیش الله متعال بری و توقع رحمت الله را داشته باشی. ان الله لا یغفر ان یشرک به. دلت جمع بگی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک الا شرک. نمیبخشه. تو عقیده شرکی داری، بازم بر رحمت پروردگار امیدواری؟ یه حماقت است، خلاف مفهوم قرآن کریم است، خلاف معانی اصلی قرآن کریم است. چرا ما در این حالت واقعیم؟ به خاطر دوری ما از قرآن، به خاطر دوری ما از قرآن. راه حلش چیست؟ بازگشت دوباره به قرآن. پس ما مفاهیم آیات قرآن را بفهمیم، احکام قرآن را بفهمیم، اول در عقیده، دوم در عبادت، سوم در اخلاق. چند فیصد اخلاق ما اخلاق قرآنی است؟ همه ما بیان خودم محاسبه بکنیم. من از خود شروع میکنم. من اگر خواسته باشم اخلاق خود را مطابق مفاهیم قرآن کریم نمره بدم، جرات نمیکنم 5 نمره بخواد بدم. شما بیان خودم محاسبه بکنیم. خودم چند فیصد از اخلاق و رفتار ما اخلاق قرآنی است؟ چرا این رقمیم؟ و آیا اخلاق یک امر کم ارزش است که ما این رقم تعامل بهش داریم؟ به قرآن و به حدیث مراجعه بکنین، لازم و ملزوم ایمان معرفی شده. اخلاق لازم و ملزوم ایمان معرفی شده. نمیشه از ایمان شما اخلاق بکشین. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. کاملترین ایمان و مؤمن داره که چی کنه؟ نیکوترین اخلاق داشته باشه. پس وقتی یک نفر اخلاقی نیکو نداشت، ممکن است ایمانش کامل باشه؟ اگر یک نفر ایتو برداشت داره در خطا هست، غلط کرده. خب چه از اخلاق از کجا بگیریم؟ چی رقم اخلاق داشته باشیم؟ قرآن برای ما بیان کرده. ما بدون فهم مفاهیم اخلاقی قرآن کریم میتونیم یک مؤمن با اخلاق باشیم؟ چند فیصد اخلاق قرآنی در جامعه ما شما معمول است؟ چند فیصد در رفتارهای فردی ما هست؟ چند فیصد در رفتارهای خانوادگی ما هست؟ ما از قرآن بیگانه ایم. حقیقتا قرآن در جامعه ما شما، حقیقتا قرآن در جامعه ما شما ترک شده هست. پس مفاهیم، و اگر یک نفر حقیقتا، شما تصور بکنید، اگر یک نفر حقیقتا مفاهیم اخلاقی قرآن کریم را در زندگی خود عملی بکنه، یک انسان کاملا متفاوت نمیشه. این صحابه گونه میشه، پیامبر گونه میشه. و اخلاق به امی اندازه جایگاه ممتاز در دین داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان ممتازترین شخصیت تاریخ بشری است. ممتازترین شخصیت تاریخ بشری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این می شخصیت وقتی در قرآن مورد مدح الله قرار میگیره، الله متعال با کدام معیاری را مدح میکنه؟ نمیگه تو بسیار عبادت گذاری، در حالی که حقیقتا عبادت پیامبر را هیچ کس نداشته. نمیگه تو خوب مجاهدی، در حالی که حقیقتا جهاد پیامبر هیچ کس. الله متعال با چی مدحش میکنه؟ و انک لعلی خلق عظیم. الله با او عظمت و جلال و بزرگیش وقتی اخلاق پیامبر را عظیم میگه، حقیقتا شما تصور بکنید چی اخلاقی داشته رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یکی از موارد بسیار بزرگ جنبه های کمال شخصیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم. شما هر صفت نیک اخلاقی را، هرگاه در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزیابی بکنین، پیامبر صلی الله علیه و سلم همه ارزش های اخلاقی را به معنای واقعی کلمه تکمیل کرده بود، تکمیلش کرده بود.
و به امی خاطرم مبعوث شده. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را تکمیل بکنم. پیامبر ما در رأس همه چیز پیامبر اخلاق بود. ما چی رقمیم در جامعه امروزی؟ متاسفانه ضعیفترین اخلاق را در موارد مسلمان ها دارن. اوج بدبختی ما هست، اوج بدبختی ما هست. حتی در بعضی از مفاهیم اخلاق انسانی واقعیت گپی است که بعضی از غیر مسلمان ها از مسلمان ها کرده پابندتر به بعضی از مفاهیم اخلاق انسانی هستند، و ای به معنای مرگ یک مسلمان است که حتی یک کافر از این که خوش اخلاق تر باشه، در حالی که در دین این نفری که ادعای مسلمان بودن به او را میکنه اخلاق لازم ملزوم ایمان است. و به پیامبری که ادعا میکنه و ایمان داره تاج طلایی اساسی افتخار اخلاق بشریت را کسب کرده از جانب الله تبارک و تعالی که برش گفته و انک لعلی خلق عظیم. ای گپ در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حد یک ادعا نیست. شما از ارزش های اخلاقی نام ببرین، او را در زندگی پیامبر ارزیابی میکنیم. بعضی از ارزش های اخلاقی ارزش های اخلاقی را نام ببرین، ارزش های اخلاقی نام بگیرین، یکان تش نام میگیرین، راستی، صداقت، امانت داری، ببین ارزش های اخلاقی نامشان هم بلد نیستین. وفا به امیر یاد میگیره باز امورد پیامبر میگیرین. دیگه چی ارزش اخلاقی داشت؟ صداقت، مهمان نوازی، امانت داری. صداقت نمشته کردن دیگه، رازگویی صداقت یکیست، مهربانی، صله رحم، شجاعت، احترام به بزرگا، شفقت. دیگه اما قبل دین تواضع، صبر، توکل. مفاهیم اخلاقی بگن، توکل بیشتر مفهوم ایمانی است. هر کدام از اینا رو ببینین. وفا به عهد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در وفا به عهدش که پیامبر به آنچه که وفا کرده سرسخت ترین دشمنش در موردش مطمئن بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین پیمان صلح حدیبیه را بسته میکنه، ابو سفیان که میره شما تفصیل داستانش میدونین نه، پیش هرقل میره، هرقل از ابو سفیان پرسان میکنه، میگه آیا شده که با شما خلاف وعده عمل کرده باشه؟ ابو سفیان میگه نه. پیامبر با سرسخت ترین دشمنش که 20 سال با پیامبر جنگ کرده، او شاهدی میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاف وعده خود عمل نکرده. صداقت پیامبر صلی الله علیه و سلم چی رقم؟ از اینمی ابو سفیان که به پیامبر ایمان نداره و جنگ بر علیه پیامبر رهبری میکنه، در مقابل هرقل در مورد صداقت پیامبر میگه، هرقل از پرسان میکنه قبل از اینکه ادعای پیامبری بکنه، شما گاه شده که ایران متهم به دروغگویی کرده باشین؟ هرقل میگه، ابو سفیان میگه نه. شما تصور بکنین سرسخت ترین دشمن پیامبر که جنگ بر علیه پیامبر رهبری میکنه، در مقابل یک نفری که به اصطلاح از پیامبر دفاع هم نمیکنه، در مقابل از او میگه در طول حیات زندگی پیامبر ما یک بارم پیامبرم متهم به دروغگویی نتونستیم بکنیم. یعنی دروغ ازش ثابت نشده و نشده، حتی متهم به دروغگویی هم نشده پیامبر قبل از نبوتش. این تو یک شخصیتی بود. در مورد مهمان نوازیش، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید در خانه، برش بار اول وحی میآید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمه که چی حالت شده. برای همسر خود خدیجه وقتی حالت خود توضیح میده، همسرش خدیجه که واقعا زن زیرک و هوشیار است رضی الله عنها، چی میگه؟ میگه الله متعال تو را خوار نمیکنه، به خاطر اینی صفات نیک داری. تو میگه با مظلوم شفقت داری، تو مهمان را گرامی میداری. قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شوه، اینمی صفات بارز اخلاقی در شخصیت پیامبر به حدی بود که تصور ای را زنش نمیکنه که ای تو یک انسان را هم الله متعال ذلیل بگردانه. ای تو اخلاق داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در مورد امانت داریش مشهور است. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از چنگ مشرکین مکه به مدینه هجرت میکنه، همین مشرکینی که پیامبر را تصمیم قتلش دارن در مورد امانت داریش به حد مطمئنن که گرانبهاترین مالهاش پیش از این نفر است. این تو یک شخصیتی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه فرار میکنه برای از این که تصمیم قتلش دارن، اما اینمی مردم گرانبهاترین مالهاشون پیش کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اینطور یک امتحان امانت داری بود. مهربانی و عطوفت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد سرسخت ترین دشمنای چی رقم کار کرده؟ مشهور سفر طایف رسول الله صلی الله علیه و سلم که به بسیار شکل اهانت آمیز و به بسیار شکل فجیانه و ظالمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم را مردم از طایف میکشند، در حالی که همه وجود مبارکش زخم برداشته و حتی کفش های مبارکش از خون پر شده. در این مت حالتی جبریل با ملائکه های مسئول کوها میآید، میگه که یا رسول الله تو اگر اجازه بدی که اینه میکوره سر طایف، سر مردم طایف زنی میشم، سر مردم مکه بیغم شه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر انسان مهربان است، چقدر انسان مهربان است، میگه من امیدوارم در نسل اینا کسانی بیاین که الله را خالصانه عبادت بکنن. این طور یک انسان مهربانی بوده. صله رحمش با سرسخت ترین دشمنش رسول الله صلی الله علیه و سلم صله رحم خود را ادا میکنه. با سرسخت ترین دشمنش مشهور بود، حتی با یهودی ها. یکی از داستان های مسلمان شدن یک جوان یهودی هم است که سخت مریض است، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادتش میره. در دشمنی هیچ کسی با یهودی مثل مشرکین مثل یهودی ها با مسلمان ها در دشمنی سرسخت نیست. وقتی در اونجا میره امی کار رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث میشه در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم سر بستر مریضی که در بستر مرگ است، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دعوت به اسلام میکنه. این بچه به طرف پدر خود نگاه میکنه. پدرش به خاطر تحت تاثیر شخصیت اخلاقی پیامبر قرار گرفته، اشاره میکنه میگه چی که پیامبر میگه بگو. ای اخلاق پیامبر بود که تاثیر سر یک سر یهودی که سرسخت ترین دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت و جوان در عمو بستر مرگ خود مسلمان میشه و الله تعالی باعث میشه که این می صله رحم بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم اونم جوان را از عذاب همیشگی جهنم نجات بده. شجاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینمی ابعاد گاهی وقتا ما در مورد شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تفکر میکنم، ای تو آدم بی خیت و گیج میشه، درک کردن نمیتونه. به خاطر از اینکه بعضی از مفاهیم اخلاقی به نظر آدم میاد که اینا از هم جداین، دورن. یعنی یک آدم مهربان نمیتونه بسیار قاطع و شجاع باشه. همین تصور ما شما داریم نی؟ از لحاظ اخلاقی اگه اون نفر کارجویی بکنی، یک آدم بسیار نرم و مهربانی که از بالاجای قاطعیت نداره. و اگر یک آدم بسیار قاطع و شجاع هست باز ایت چندان مهربانی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه همین مفاهیم را به اوج کمالش داشت. اونمو انسان مهربانی که گاه وقتا یک طفلک اگه چیزی میشد اشکای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم میومد. یک بار یک طفلک وفات کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکرد. صحابه گفتن رسول الله شما به خاطر گریه میکنین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این رحمتی است که الله در قلب هر بنده خواسته باشه میندازه. اینمی نفر با اینمی تو یک رحمتی و با اینمی عطوفت و مهربانی گاه وقتا شخصیتش جنبه دیگه شخصیتش رقمی است. شجاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم شما موارد خوب درک کرده میتونین که در میدان جنگ حالت پیامبر را ارزیابی بکنین. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شاگردان مکتب نبوت بودند، در همه موارد انسان های کاملی بودند. شجاع ترین صحابه چی کسی هست مشهور از شجاعت؟ علی رضی الله عنه مشهورتر است در شجاعتش نه؟ خب علی رضی الله عنه شجاعترین صحابه هست. در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که در میدان جنگ فشار دشمن سر ما بسیار زیاد میآمد، ما پیامبر پناه می آوردیم. این گپ شجاعترین صحابه هست. میگه در میدان جنگ وقتی که فشار سر ما بیشتر زیاد میآمد، دیگه ما پیامبر پناه می آوردیم. نمونه های عملی از امیر داریم. بعد از فتح مکه در غزوه حنین مسلمان ها 12,000 نیرو بودند. هیچ وقت یکقدر مسلمان در یک جهاد در یک جبهه جنگ نشده بود. یکی دشان غرور گرفت وقتی در میدان جهاد میرن، مشرکین سر مسلمان ها کمین زده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میره، دکتر علما توضیح میتن میگن داخلش یک وادی بود، بالای سرش تو بلندی ها بود. دشمن ها از بالا سر مسلمان ها فایر میکردن، یعنی هیچ امکان زدن از اونها نبود. در بین 12,000 نفر تقریبا همه فرار میکنن. شما حالا خوب تصور بکنین، رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئول جنگ است، قمندان عمومی جنگ است، در وسط دشمن قرار داره، همه هم میگرفتن، پیامبر چی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا به تنهایی خودش استاد میشه و با آواز بلند صدا میکنه من محمد فرزند عبدالمطلبم، به طرف من بیایه. در بین دشمن خود را آشکارا میکنه و مردم را به طرف خودش دعوت میکنه. این انسانهای بزدل ترسو نمیتونن این کار را بکنن. اوج شجاعت پیامبر امیس در وسط دشمن، در اوج جنگ که مسلمان ها فرار کردن، در اونجا ایستاد میشه میگه ما فرزند عبدالمطلبم. عبدالمطلب به خاطر نامش میگیره که بابا کلانش است، مشهورتر بوده بین مردم نه نسبت به پدرش. میگه ما فرزند عبدالمطلبم، به طرف ما بیایید. استادگی پیامبر باعث میشه که حداقل 8 الی 9 نفر مسلمان ها کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول جمع شن و بعد از او دیگرا بیاین.
این شجاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مورد دیگش، وقتی مسلمان ها تازه در مدینه آمده بودن، هر لحظه مسلمان ها مورد تهاجم دشمن، احتمال حمله ناگهانی دشمن، هر لحظه، یعنی که یک کمه که طرق طرق میشد مردم مدینه جمع میشدن که چی گپ شد. بارها می رقم شده بود. یک بار در حوالی مدینه سر صدای بسیار زیاد بلند میشه، همه مردم جمع میشن، کسی جرئت نمیکنه برو اونجا خبر بگیره چی گپ است. کلگی جمع میشن، مثلا 100 نفر 200 نفر مردم جمع شده، میخواین تصمیم بگیرن که یک گروه ما شما جمع شه، مثلا که ما شما علی کار میکنین، باز بگیم یک گروه باشه که تو یک نفر ما جرئت یک کار نداره، یک گروه جمع شیم که بریم خبر بگیریم چی گپ است، نشه که دشمن آمده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز مردم جمع شدن که میخواین تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیما شمشیر خود گرفته، بالای یک اسبی که بالای از زین هم نیست رفته تا اونجا، از اون منطقه خبر گرفته میآیه بر مردم میگه برین برین، خیر خیر هیچ گپی هم وجود نداره. یعنی یک کاری که یک گروهی از مردم نمیتونستن به صورت دوستانه انجام بدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا اقدام به این کار میکنه. اوج شجاعت میس پیامبر شدن کار آسانی نیست. خب اگر یک نفر در کمال شجاعت نباشه، نمیتونه در مقابل کل مردم صاد شوه. ما شما گاهی وقتا یک کمک فشار دمی دعوت های نیمکله نیمکله ما میبینین که یک نفر بزدل میشه، یک نفر دیگه ما ترسو میشه، یک نفر دیگه ما در دل خود هزار گپ دیگر میاره. پیامبران الهی چی رقم مردم تنهاییشان، در تنهاییشان در مقابل همه جامعه قرار میگیرن. اینطور انسان هایی بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اوج این نکته قرار داشت. یا قاطعیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، گاهی وقتا یک نفری که بسیار گذشت داره باز قاطع بوده نمیتونه نی؟ یاد هر چیز همتونه که بگذاره. گاهی وقتا که ضرورت داره رسول الله صلی الله علیه و سلم قاطع عمل بکنه، چه رقم قاطعیت داشته؟ گاهی وقتا که ضرورت به گذشت داشته، چه رقم گذشت داشته؟ مردم مکه با پیامبر 20 سال جنگ کردن، درست است؟ یعنی پیامبر را از مدینه بیرون کشیدن، یارانش شهید کردن، شکنجه کردن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه رفت، در مکه رفت، چی گفت مردم؟ گفت اذهبوا انتم الطلقاء، برین همه تان آزادی. همون جا پیامبر در پیروزی بود. در پیروزی بخشش کار بسیار کلان است، چون غالبا انسانی که پیروز میشه میخواد که انتقام بگیره. در پیروزی انتقام بسیار سخت است. پیامبر در اوج پیروزیش بزرگترین عفو خود را کرده، اما در جایی که مسلمان ها ضعیف بودند، ضرورت به برخورد قاطع داشت، پیامبر چه رقم عمل کرده؟ مسلمان ها میآیند در مدینه، مردم مدینه با مسلمان ها پیمان صلح را امضا میکنند، پیمان صلح را میکنند، تعهدشان همی هست که ما مشترکاً از مدینه دفاع میکنیم. وقتی در غزوه خندق مشرکین 10,000 نیرو را میارن، بزرگترین متحد مسلمان ها در داخل مدینه بنی قریظه هست، با رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان خود را مشکنه. شما تصور بکنین پیامبر هسته اصلی جامعه اسلامی را گذاشته و بار اول با پیامبر خیانت میشه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اینمی خیانت اولیه که در تهدید کننده هسته اصلی امت اسلامی است، اگر با آرامش برخورد بکنه، دیگه کسی با سر تعهدات پیامبر به اصلاح حساب میکنه؟ نه دیگه، میگن برو دیگه تعهدش هم بشکنیم، دیگه قصه گپ نمیشه. در اینجا ضرورت به چیست؟ ضرورت به قاطع ترین برخورد است. بعد از فتح، بعد از ختم غزوه خندق، رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیرهای خود مانده که جبریل میآید میگه ملائکه اون شمشیرهای خود نمانده، شما شمشیرهایتون ماندین، حرکت میکنین به طرف بنی قریظه. به طرف بنی قریظه میرن، بنی قریظه رو 25 روز محاصره میکنن. بعد از او بنی قریظه تسلیم میشه که آنچه پیامبر در موجب فیصله بکنه فیصلهشون رو قبول بکنه. و اونا خودشان میگن که سعد ابن معاذ فیصله در مورد ما بکنه. سعد ابن معاذ میگه یا رسول الله، مردان جنگیشون رو گردنشون رو بزن و مالهایشون رو غنیمت بگی. صحابه میگه در مقابل پیامبر ما 700 یهودی رو سرش زدیم، پیشانی پیامبر کمی هم چملک نشد، اتو شخصیت داشت. در جایی که ضرورت به قاطعیت داره 700 نفر پیشونیش گردن زده میشه، کمی هم پیشانی پیامبر چملک نمیشه. در یک جای دیگه یک طفلک کمک صدمه میبینه، اشکاش جاری میشه. اینی بود شخصیت پیامبر، شجاعت پیامبر با تواضع پیامبر. در میدان جنگ با اونمو حد شجاع بود، در جای تواضع پیامبر چقدر انسان متواضع بود. گفتیم بزرگترین پیروزی که در حیات پیامبر شامل حال شده فتح مکه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی داخل مکه میشد، طبیعتا وقتی شما با یک نفر که شما جنجال کرده باشه، وقتی با چشمتان به طرفش نگاه بکنین او خرد میشه. پیامبر در مقابل دشمن 20 ساله خود قرار داره
سر خود بالا نمیگیره که نشد مشرکین مکه با نگاه به چشم پیامبر احساس حقارت بکنه. صحابه میگه پیامبر سر به اندازه سر خود پایین گرفته بود که سر مبارکش در کوهان شترش میخورد. در اوج پیروزی اوج تواضع پیامبر رو میبینید. این شخصیت اخلاقی پیامبر، در جایش قاطع ترین انسان، در جایش مهربان ترین انسان، در جایش متواضع ترین انسان، در جایش شجاع ترین انسان. ماها چیه؟ شخصیت اخلاقی پیامبر همین رقم بودن. صبر پیامبر چی رقم؟ پیامبران الهی به خاطر به پیامبری رسیدن که یکی از بزرگترین مدال‌های اخلاقیشان صبر بوده. حتی پیامبران اول العزم الهی، فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، و هیچ پیامبری به اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم صبور نبوده. طول حیات زندگی پیامبر رو ببینید، یک بار انتقام نگرفته پیامبر، یک بار، خصوصا به خاطر خودش. عایشه رضی الله عنها میگه هرگز رسول الله به خاطر خود انتقام نگرفت، در حالی که در مقابل پیامبر چی بود که نشد، چی کاری نبود که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم نشد، پیامبر یک بار در طول حیات خودش انتقام نگرفت. اینو میگن صبر. و دیگه هم شما هر صفت، شما صفات کم اخلاقی رو برنامه، اگر شما دیگه هم لیست کلانی از صفات اخلاقی رو بیاین در زندگی پیامبر مطالعه بکنین، قسم به الله هست پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین حد نمرش میگیره. در طول تاریخ بشری نظیر ای تو انسانی را شما پیدا نمیکنه. حقیقتا ای که ما شما گاهی وقتا در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیم، اگر مردم فکر میکنن اما تو میگن، قسم به الله متعال هست، شما شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را ارزیابی بکنین، قسم به الله هست هیچ کسی را به بزرگی شخصیت پیامبر پیدا نمیکنه. خصوصا در زمینه های اخلاقی بسیار ممتاز بوده و ما ضعیف ترین مردمیم در اخلاق، در حالی که پیرو اونم تو پیامبریم. چرا؟ به خاطری که ما اخلاق خود را از قرآن نگرفتیم. اخلاق پیامبر چی بود؟ این کمالات اخلاقی پیامبر چیست؟ عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جمله خلاصش میکنه: خلقه هو القرآن. ما اخلاق ما اخلاق قرآنی است. اخلاق پیامبر اخلاق قرآنی بود. همه ارزش‌های اخلاقی را به اوج کمالش رسانده بود. ما ضعیف‌ترین مردمیم به خاطر دوری ما از قرآن. راه حل بازگشت به قرآن هست. چرا و چی گونه؟ یک عالم کتاب خوب نوشته که همین نکته را، بازگشت به قرآن چرا و چی گونه. مجدی الهلالی و ترجمهش هم کسی کتاب به نام مجتبی دروزی. ان شاء الله مفاهیم همین کتاب را به صورت مختصر ما شما میگید. دوستان اگر خودشان مطالعه بکنن ان شاء الله چیزهای ارزش میآموزن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.